آقا بریم اتاقم رو ببینیم، بالاخره کارش تموم شده. خودم الان اومدم ببینم بابام تمیز کرده اینجا رو، بعد تیم کشیده، حالا خودم میخوام تو جارو بکشم. هر چیزی که اینجا مشاهده میکنید، این کمدم یکی گذاشتم این گوشه قشنگ پشت در بمونه. انقدرم داخلش اینا رو همه رو مرتب کنم اینجوری پره، در درستایی بسته نمیشه دیگه. خلاصه این که رنگ نقاشیشم دیگه اونطوری که میخواستم باب دل نشد، ولی خوب شد، یه 4-5 دور یارو رنگ کرد. خب اولین بار دارید منو میبینید تو این اتاق با این دیوار. بخوام بهتون بگم که الان میخوام اتاقم رو تقریبا بچینم، ولی کامل نه، فقط میخوام آینه رو بذارم با میزم رو که باید یه معرفی بگیرم، معرفی ریلز بگیرم برای اینستاگرامم، میخوام کار اون رو انجام بدم، مجبورم کار رو بکنم، بقیهش هم فردا که پوستم اینجوری نباشه انجام میدیم. و من الان موندم چجوری با این پوستم باید معرفی بگیرم، ببینم اگه با فیلتر بگیرم، چون من هیچوقت با فیلتر ویدیو نگرفتم، با فیلتر بگیرم کمتر نشون بده خوبه. سعی کردم اینجوری ضربه‌ای کمش کنم، ولی الان فعلا دو روز شده هر وقت دارم پوستم رو بشورم. اگه نمیدونید پوستم رو میکرونیدین کردم، همین تا 3 روز اصلا نباید آب بخوره، باید فقط تمرین کننده کرم اینا پوستم باشه و حق ندارم که اینو پاک کنم. نورم ببینید انقدر بده، چون امروز هوا خیلی بارونی و ابریه، یه ذره تاریکه. خلاصه اینکه بریم آینه و میز و اینا رو بزنیم. کراکسامو ببینید چه تمیز شده، جارو بکشیم. خب اینجا باشه کراکسام. دیشب بابام رفته بود همون، دادم شستش، قشنگ تمیز شده. نگاه نمونم فکر نمی کردم اینقدر تمیز شد، ولی چقدر اتاقم رنگ کردم خوب شد. آها، اولین عضو اتاق من ریلکس که دوای درد و چاره هر کار من، یعنی من مثلا هر کاری به این نیاز دارم. خب اینجا هم اینجا آماده گذاشتم، الان میخوام معرفی های اینا رو بگیرم. اتکلونن، یعنی انقدرم اتکلوناش خوبه، من سه ماه نه یه 40 روز دارم ازشون استفاده میکنم. نمیدونم چرا دهنم سه ماه اومد، یعنی الان باز کنم انقدر از هر کدومشون رفته، هم خیلی خوشبو، هم موندگاری عالی، هم ببین اندازهاشون چقدر خوبن، راحت تو کیف جا میشه، همه جا میشه استفاده کرد. خب دوم کاری که میخوام بکنی، میخوام آینه اتاقمو بیارم بذارم این قسمت. اون که میخوام ویدیو بگیرم گفتم که خیلی بیروح نباشه، یه آینه بک‌گراند داشته باشه اینا، که بریم بیاریمش. خب آینه من اومد، چقدر تضادش با سفید قشنگ، یعنی دیوار اتاقم اونجوری بود افتضاح بود، و اینکه خیلی سنگینه. مامانم رو خود بلند نکنم اصلا، این پدر گرامو بود. بذار بهتون نشون بدم. دیدین ماشالله ببین اینهاش، و ببین آینهش خیلی کثیفه چون این مدت هم بیرون بوده، باید تمیزش کنم. آقا من اومدم با فرش، بالاخره من صورتم رو پاک کردم بعد 3 روز امشب، و احساس خیلی خوبی دارم دیگه. گفتم که واسه پوستم رو تمیز کنم بعد بیام ادامه اتاق تکونی و چیدن اتاق داشته باشیم، و اینکه هنوز مثلا اینه که هست زخمه به خاطر کار و اینا، و اینکه باید 4 تا 6 جلسه برم دیگه. اینجوری امیدوارم که پوستم خیلی خوب شه دیگه. میخوایم الان فرش رو اتاقم پهن کنیم. خب الان به داداشم گفتم میز آرایشیمو بیاره که این قسمت بذاریم. خب بالاخره اتاقم جون گرفت یکم، و دیگه اون صدای فضا اینا نمیاد. پرده اتاقم که خیلی مهمه مونده، ببینیم اینه هاش. البته به اینو دقت نکنید، استفاده کردم گذاشتم منم تو پنجره، معلومم این قسمت این میز آرایش و کمد لباسامو گذاشتم، بعد اینجا هم این کمدو گذاشتم بغلش چسبوندم، اینجا هم که بچا این فایل رو کلا جدید گذاشتم چون کشو خیلی کم داشتم، مجبور شدم که اینم اضافه کنم. بعد دیگه بغلش هم حالا کیف و اینا رو میتونم بذارم دیگه. اینجا آینه، حالا یه میزم مونده اینجا، رگال مونده اینجا که بریم اونا رو اوکی کنیم.
دیگه هم هستش که وبکمه. من خیلی از خاطر بد دارم، احتمالاً این وبکم رو بکنم بره، ولی پایش نیازم میشه. و اینکه بچه راستی من یه میکروفون یقه‌ای دارم دوتا که نوان کاملا، یکیشون که اصلا استفاده نشده، یکیشون چند بار استفاده شده. من اوایل کانال گرفته بودم که دیگه الان به کارم نمیاد چون وایرلس دارم. اگه کسی تو کار تولید محتوا یوتیوبه، یعنی مثلا من ببینم کانال یوتیوب داره اینا، نه که همینجوری بخواد و نیاز به این تجهیزات داره به من پیام بده، من براش ارسال کنم همینجوری. بعد اونم وقتی استفاده کرد، پیشرفت کرد و یه میکروفون بهتر خرید، اونو دوباره بده به یکی که تو کار تولید محتوا اینجوری بچرخه. وضعیت اینجا رو ببینید بچه ها، برای این میز چیدنش 100% برای شما و هم خودم لذت بخشه. بچه ها رگالمو گذاشتم اونجا. بعد این رگاله برای عکاسی آنلاین شاپ استفاده میشه، برای لباسای من استفاده نمیشه. بذارید اینجا صحبت کنم. برای اینکه آینه خیلی کثیفه، ولی برای عکاسی آنلاین شاپ اونسری الهام اومده بود گفت چرا لباس اونجا آویزون نیست. حالا مهمون بیاد میتونه آویزون کنه، ولی هدف من برای گرفتن عکاسی آنلاین شاپ بود. این قسمت هم که فرش پهنی، به خاطر اینکه یعنی خودم یه کاری کردم فقط فرش این ور میفته. اینجا میخوام اینو از این گوگولیا دارم، بلنده سفیدا هستن، حتی پشمیان. گفتم مثلا اینجا میخوام ویدیو اینو بگیرم زمینش مثلا اون باشه، اینجا پهن کنم. و میزم هم دیدید، میزم هم اینجا گذاشتم. دیگه الان فقط پرده مونده. ببین خیلی کار مونده ها، مثلا الان کل پذیرایی اون یکی اتاق سر میز اینا لباس و وسایل منه، ولی اصلی رو گذاشتم دیگه، بقیه رو بعد داخل اینا بچینم. خب بچه ها اومدم اتاق ها بهتون نشون بدم. این وضعیت اتاقه که کلی اینا لباس نگو ریخته شده و اینا هیچ کدوم مرتب نیست. اینا هم که میبینید انقدر ریخته اینجا لباس و اینا، به خاطر اینه که بعد آویزونشون کنم. اون کنته هم که میبینید برای آنلاین شاپ ها عکاسیشون رو میخوام انجام بدم مثل اینا. من نور اینا زیاد کنم چون عقبم میخوام برم. نمیدونم چرا هرکی نورش کمتره انگار روشن‌تره. خوبه الان میخوام اینا رو همه رو آویزون کنم. بچه‌ها این کمد اتاق من خیلی کوچیکه. خب ببین الان اینا رو گذاشتم توش پر شده، برای همین من مثلا این سری لباسامو توی اون یکی اتاق میذارم تو کمد بالای اون یکی اتاق، چون که درندشت و بزرگه، تازه کلی هم جای خالی داره، تو اون میذارم. حالا ولی باز یه سری از لباسای اینجا هم دوباره الان لباسا اصلا پایین اصلا جا نمیشه. اونایی که کمتر استفاده میکنم و میخوام ببرم بذارم تو کمد بالای اون بر. بعد دیگه اونایی که حالا بیشتر استفاده میکنم و اینجا بذارم. مثلا اینا دیگه مثلا پاییز و بهارن، این که پاییز است مثلا به کارم نمیاد الان. ماشالله تابستونی هم پر حجمن، مثلا تابستونی ها راحت جا میشن. من موقعی که میخواستم کمد اینا بگیرم، مامانم گفت نرگس بذار برات کمد دیواری بزنم قشنگ خوب و جادار. گفتم نه من میخوام کمد بشه. شما این اشتباه نکنید، حتما کلوزت بزنید قشنگ عمقدار جادار. حالا لباسامونا اونایی که حالا پر کاربردتر رو آویزون میکنم. اول از همه داخل این لباس اینا باید بریزم. وای چقدر کار دارم. اینم شیشه پاک کنم، همیشه تو کمدمه که آینم رو قشنگ پاک کنم. این اسپری رکسونا هست، تموم شده. من نیمجینی میگیرم از بازار که به صرفه بیفته. برو تو سطل آشغال کراکسامو. چی دیگه مونده؟ این اسپری مونده اینجا. این پایین هم مثل شلوار مروار باز. حالا اینا رو هم ببینم اونه که کم استفاده تره رو. بابا کلی شلوار اسکینی دارم که اصلا دیگه اسکینی نمیپوشم، فقط بگ و نیم بگ و مامو این داستانا میپوشم. گیر کردیم از دست این مودا. حالا من مود و اینا خیلی در من مهم نیست، کلا از چیزای جذب بدم میاد. نه لباس جذب میتونم بپوشم، اسکینی شلوارم دیگه نمیتونم بپوشم جدیدن. یه چند ماهی هست، یه سالی هست. بچه ها این لباسه رو جدید گرفتم، بذارید بهتون نشون بدم. اینقدر دوستش دارم، کیوته، خیلی خوشگله. نمیتونم الان براتون بپوشمش چون وضعیت هم خوب نیست، ولی خودتون متوجه میشید. ترکیب رنگاش رو ببینید، بذار جلو ببینید جوجو داره اینجاش.
بچه ها من تو لباس پوشیدن اینجوری هم که یه لباس قفلی میزنم، مثلا ممکنه یک ماه یک لباس رو بپوشم و این بده تقریبا. فعلا در این مرحله ایم، اینا رو الان فعلا بذارم اون یکی اتاق بذاره خلوت چی اینجا بشینم، این شلوار ملوارامو بچینم تو کمد ببینم چیکار میتونم بکنم. اینا رو هم بذارید بریزم بیرون، ببینم کدوم رو نمیخوام رد کنم، کدوم رو میخوام ولی کمتر میپوشم. این دوتا هم لباسای پرحجممه، کالا یه سری شنم وسط زمینه، اینا رو هم میخوام بردارم شلوارامو بچینم تو این دوتا. اینم که میبرم اون یکی اتاق چی شلواری که میپوشم و میذارم اینجا. این زمستونی هم که میگم بافت و اینایی میخوام بذارم حالا اینجا. ریری وسط اتاق بالاخره خالی شد. بخوام بهتون بگم که اینا یه سری وسیله هستش که بعد بریزم اینجا، کشوهای لباسو هم خالی کنم از اول مرتب کنم. اینا هم یه سری شلواری که میپوشم و اینا، بعد دیگه یه سشوار اونجایی که بعد یه جا برش پیدا کنم. اینا هم گذاشتم برای عکاسی، اینا هم برای عکاسیه. الان کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که شلوارا رو اول بذاریم تو کشو، بعدم این سه تا کشو رو بریزیم، اینا رو هم بهشون اضافه کنیم و بچینیم داخل کمد. سنگینه. بچه این شلوار رو کلن چند بار پوشیدم ولی انقدر روشنه، نمیدونم چجوری شما لباسای روشنتون رو نگه میدارید یا بقیه. ببینید چند تا لک اینجوری روش شده که اصلا هم نمیره و خب حیفه دیگه، یعنی غلط کنم و خوشگله تو پا رنگش مدلش، من دیگه غلط کنم اصلا رنگ روشن بگیرم. در پایان از خدا میخوام که تو رو نگه داره برام. آقا اینجا رو آدم تو محدودیت شکوفا میشه، گذاشته بودم گوشی ما اینجا چون پایه ها بلندن، اون پایه که مثلا میخواد کوتاه باشه قده کوتاه تنظیم بشه من ندارم. بچه ها این لباس ها رو یه ذرش تا اونجا اینجوری تای کردم و اینا، یه مقدارش هم مونده، بعد دیگه میخوام برم اینجا بهتون بگم میخوام برم نهار درست کنم چون مامانم گفت نهار درست کنم، میخوام زرش پلو با مرغ درست کنم، زرش پلو با مرغای منم خیلی خوشمزه میشه. یه برم کارای اونو بکنم بذارم بار بیام ادامه کارشو بکنم. بچه ها این تاپه رو ببینید، اینا گرفتم 20 تومن. بعد دفعه بودم مغازه خرید میکردم بعد یادم این 20 تومنه، همین فقط چون ارزون بود مفوت تعجب داشت من خریدم. یعنی اصلا یه سری لباس ها رو میگیرم فقط چون ارزونن بعد خیلی استفاده هم نمیشه، اصلا میفهمم. حالا اینو پوشیدم چند بار ولی بازم استفاده هم میشه، ولی فقط چون 20 تومن بود گرفتم. با این وضعیت دارم اتاقم رو ول میکنم برم به کارهای مغازه و اینا برسم. صورتون بخیر، دارم الان این کشوهای این فایده رو مرتب میکنم که این کشوه شالامه شال روسری که روسری من اصلا استفاده نمیکنم، منم استفاده میکنم برای تو این فایلا بود برای چون جا کم دارم، میخوام طبقه آخرشو برای جورابینام بذارم، جورابام چون تو اون کمد خیلی پخش و پلا، دیگه گفتم که ببرم تو اون یکی اتاق. دیگه خلاصه این که شال روسری خیلی ندارم ولی بهتون نشون بدم. اینا هاش که اکثرا هم از قدیم مونده، کلا من شال روسری مخصوصا جدیدن که اصلا نمیگیرم. بعد اینا هم که میبینید اکثرشون ارزونه، یعنی 40 تومن 50 تومن 30 تومن، دو تا 50 تومن هم فکر کنم توشون باشه. و اینکه من شالامو اینجوری میخرم یه جا تو بازار میشناسم قیمتش انقدر، حالا که سیل رفتم تو ولاگ جاشو بهتون میگم خواستید شما هم برید بگیرید. آره قیمتاش 30 تومن 40 تومن الان فکر کنم 40 50 تومنه ولی من 25 تومن ازش خریدم. بعد جنساشون هم خوبه ها، بیشتر از این من برای شال پول نمیدم. اینم برای جورابا، من کلا آدم خیلی جوراب بازی ام، خیلی جوراب دوست دارم کلا. بچه‌ها اینا میتون بگم قدیما من زیر خیلی اونقدر با شما ندار نبودم که بخوام از همه چی بگم همه چی نشون بدم قیمت چیزایی که میگیرم و اینا. بعدم خیلی تو چنل تلگرام چون اونجا خیلی با هم حرف میزنیم، حالا آیدیش اونجا میذارم، میگفتن که آردو خیلی خرجی خیلی خرید میکنی اینجوری اونجوری. من اینجوری بودم که درسته شاید من خیلی خرید کنم ولی خیلی قیمتا رو مناسب بود، یعنی
هجوری خرید میکنم که اگه من یه چیزی رو بخوام دو تا یا سه تا بخرم، شاید یه نفر دیگه بره با اون قیمت یه دونه بتونه بخره. من میگردم جنسای خوب با کیفیت قیمت مناسب پیدا میکنم. الان مثل همین شال ممکنه اکثر 90% میرن یه شال میگیرن 200 تومن، من با اون میتونم 7-8 تا بگیرم و فکر میکنید که من خیلی آدم بل خرجیم. نه ولی اونجور که فکرم میکنید نیست. یه سری آره تو اینا همه جوراب اینا ریخته، اینا رو هم برام میخوام تو اون کشوه بذارم که مرتب بشه. که من ببینید سرمه ای زدم رنگ نخونامه. اینا جورابایی که من پارسال بیشترین استفاده رو ازشون داشتم، همه تو کرکی و پشمی و بلند و اینا. امسال ولی اصلا سرد نشده. الان میخوایم بلوشی که اینجاه لوازم آرایشمو بچینیم اینجا و قبلش اینجا رو هم جاروبرقی میکشم هم دستمال میکشم و اینا رو هم مرتب هره بچینیم اونجا. اینا یکی از دوستام داده بود به مامانم که بده بهم. اینو بریم تستش کنیم. نام زدم آف بدین برم میخوام ببونش برم. اینا هم عکاسی هاشون رو حتما یادم میخوام بکنم. این میز خلوت شه، اتاق هم تموم بشه. این شکلیه خوشگله. نبودم چون نخورمش دود. بیسکویت بود روش هم تزیین شده بود. بیشتر لاست فانتزی رو بخورم. هم جا برقی بیارم.